سلام به شما بینندگان عزیز. به برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی خوش آمدید. امروز با قسمت پنجم از سری برنامه های شکنجه و تاثیرات اون در خدمت شما هستیم. مهمان برنامه ما شیوا محبوبی، روانکاو و سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی همراه ما هستند. در برنامه قبلی صحبت کردیم از تاثیرات ماه رمضان و شکنجه هایی که در این ماه بر زندانی سیاسی وارد میشه با ندادن غذا و همچنین محرومیت از دارو و درمان زندانیان سیاسی به عنوان یک شکنجه دیگه که در زندان ها بر زندانیان اعمال میشه. در برنامه امروز قصد داریم که در مورد تبعید زندانیان سیاسی به زندانهای عادی صحبت بکنیم. اما قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم، از همه شما عزیزان دعوت میکنم که اگر که شما هم تجربه ای دارید از شکنجه و یا اینکه اطرافیانتون متحمل شکنجه شدن، خوشحال میشیم که در صورتی که خود شما احساس بکنید که با در میون گذاشتن تجربتون کمکی میشه به شما و یا به سایر عزیزان، با ما در میون بگذارید و ما هم با حفظ حریم شخصی شما اونها را به اشتراک میذاریم و در موردش صحبت میکنیم. نه تنها با این کار باعث میشه که کمکی بشه به سایر عزیزان، بلکه باعث میشه که در مورد شکنجه‌ای که در زندان‌ها صورت میگیره آگاهی سازی بشه. و اینکه دوستان مایلیم بدونیم که شما چی فکر میکنید، سوالات شما در مورد این موضوعات چیه و حتی اینکه موضوعات پیشنهادی خودتون رو برای ما ارسال بکنید. سلام میکنم به شما شیوا محبوبی، خیلی خوش آمدید. منم سلام میکنم به شما و بینندگان و همکارانتون. ممنونم. امروز قراره که در مورد تبعید زندانیان به زندانهای عادی صحبت بکنید. این هم یک نوع شکنجه است. به نظر شما تأثیرات روانی این اقدام چی میتونه باشه؟ چه تأثیراتی میتونه بذاره بر زندانیان سیاسی؟ بله، طبعا مسئله تبعید ما خیلی وقتا مثلا خبری میخوریم میگیم که فلان زندانی رو تبعید کردن، ولی اگر اینجا نگاه بکنیم به جنبه های مختلف این قضیه و تأثیرش، شاید تأثیر خیلی دراز مدتش، کوتاه مدتش، این زمانی که اولا جمهوری اسلامی یه کاری که همیشه میکنه، زندانیان رو از هم جدا میکنه. این کار رو همیشه کرده. وقتی که میبینه یک تعداد زندانی در یک بند با هم دیگه هستن، خب اینا رو جدا میکنه. و خب شما وقتی که از هم، ماها انسان ها موجودات اجتماعی هستیم، در هر جایی که هستیم سعی میکنیم کسانی رو پیدا کنیم مثل خودمون فکر میکنن، اصلا دیگه حمایت کنیم. و اون حس انسانی، اون حس همدردی، اون حسی که شما هر دو در بند هستین، شما هر دو زندانی هستین و به همدیگه کمک میکنیم، با همدیگه همیاری میکنیم. من قبلا هم در برنامه قبلی گفتم یه جوری میشین خونواده همدیگه. و وقتی این حس به وجود میاد، حتی اگه موقت هستش، یک وابستگی بین زندانیان به وجود میاد، یک حس شاید تعلق به اون بند، به اون افراد، به اون جمع به وجود میاد. یک حسی دارین که تنها نیستین، دوستانتون با شما هستن. و وقتی که شما رو جدا میکنن، در واقع برای به یه نوعی تمام این، شاید بگم، پشتیبانی رو ازتون میگیرن. حالا میدونم ما وقتی نگاه میکنیم زندانی اینقدر استقامت پیدا میکنه، خودش رو حاضر میکنه برای هر شرایطی، ولی وقتی که برین در ریز اون تأثیری که روی آدم داره، در واقع یه جوری میشه شما رو میکنن از اونجا. در خیلی موارد حتی نمیذارن وسایلی که داریم با خودتون ببرین، چون ببینین هر چیزی، میگم بازم به عنوان یک انسان، ماها همیشه سعی میکنیم یه چیزی رو احساس تعلق داریم به دنیا، به جامعه، به محیط زیست، به طبیعت، به خانوادمون، به دوستامون. و تو زندان همیشه سعی میکنیم یه چیزی رو پیدا کنیم که بتونیم به ما تعلق داشته باشه. ممکنه کاردستی باشه، ممکنه نمیدونم یه رویا باشه، هر چیزی باشه. و وقتی که شما رو جدا میکنن، عملا شما رو میکنن از همه اینا. در اون سطحش، چون خیلی وقتا حتی ما شاهد این هستیم، طبعا یه بحث دیگه از وقتی که میان
حمله میکنن به اتاق زندان و وسایل زندانی رو تفتیش میکنن، تمام این چیزها رو ازشون میگیرن و انگار زندانی باید از نو بسازه تمام این چیزها رو. و وقتی که تبیین میکنن، خب اولا شما رو به یه جای ناشناخته میبرن، این یه بند دیگه نیست، این یه تکسلولی نیست، این یک زندان، منظورم زندانهای عادی هستش، میبرن. خیلی موارد حتی به زندانی نمیگن شما رو به اون زندان میبریم، هیچ توضیحی داده نمیشه. حتی در موردی مثل آتنا دائمی و گروه ایرایی ضرب و شتمشون میکنن در مسیری که اونا رو میبرن و گفته نمیشه. خب ببینیم، ما اگه برگردیم دوباره به روان انسان، ما همیشه دوست داریم بدونیم چه اتفاقی میفته، چون اون به ما کنترل میده. در نتیجه وقتی نمیدونیم چی میگذره، انواع استرابا رو توی ما به وجود میاره. مطلقا نمیدونیم چه قراره، چی بشه، کجا بریم، ما رو کجا بفرستن، چه بلایی سرمون بیاد. و در نتیجه وقتی زندانی رو میبرن یک زندان عادی، کاملا از محیطی که دارن کنده میشه. چون یادمون نره تو بندهای سیاسی زندانیان، معمولا زندانی ها خیلی حمایت کننده هم دیگه هستن. بازم من یادمه حتی زمانی که من این مثالا رو از خودم میارم، خب طبعا اطلاعات منه و اجازه دارم بگم، ولی خب کمتر در مورد کسانی که شاید صحبت کنن من نمیخوان در اینجا گفته بشه صحبت میکنم. مثلا در موردی بوده خود من، فرض کنین همبندیم هم تو سلول یا کسی که تو سلول کناری بوده احتیاج داشته آنتیبیوتیکش رو بخوره، ولی به خاطر مریضی که داشت نمیتونست بیدار بشه و من خودم رو بیدار نگه میداشتم که سر ساعت بهش بگم آنتیبیوتیکش رو بخوره. یعنی یه جوری به شدت از لحاظ احساسی به همدیگه نزدیک میشیم و حامی همدیگه هستیم و این چیزی که رژیم نمیخواد، مطلقا نمیخواد. و شما الان فکر کنید که شما رو به یه بند دیگه زندانیان سیاسی نمیبرن که که مقداری شناخته شده تره، شما رو حتی به تکسلولی نمیبرن که مقداری هنوز باش آشناتر هستین چون 10 بار بردنتون تکسلولی، شما رو میبرن به یه زندان عادی، کاملا محیطی متفاوت، شرایطی وحشتناک، بیرحمانه، شرایطی که اصلا در واقع شما رو ول کردن بین کسانی که جزو محروم ترین اقشار جامعه هستن. ببین من یه تجربه خودمو براتون بگم، منو به زندان عادی نبردن، به یه زندان بند سیاسی دیگه بردن، مثلا در شهر کرمانشاه. زمانی که منو از بند زندان قبلی که بودم آوردن بیرون، مطلقا به من نگفتم، یعنی تمام طول اون مسافت که من داشتم میرفتم، اولین بار بود میرفتم اون شهر، اصلا نمیدونستم مسیر چیه و اصلا نمیدونستم، یعنی تمام راه من با این حس استرابی که میخوام چی کارم بکنم، میخوام بندازم پایین از یه تپه، میخوام منو بکشن، چی کار میخوام بکنن، تا زمانی که منو بردن اون زندان و دیدم خب این یه زندان دیگه است. حالا شما فکرشو بکنین، زندانیایی رو که برمیدارن با تمام این مسائلی که میگم و حتی اجازه نمیدن به خانواده‌شون خبر بدن و این خیلی سخته، شما رو میبرم به یه زندان عادی، زندانی که از حد اقل حتی امکانات برخوردار نیست. ببینید زندان بندهای زندانیان سیاسی با اعتراض روبروه، خبر رسانی میشه مرتبا، بالاخره نه اینکه جمهوری اسلامی بخواد امکاناتی به زندانی سیاسی بده، ولی مجبوره به خاطر اینکه خبر رسانی میشه، به خاطر اینکه زندانی دست به اعتصاب میزنه و تمام این مسائل. ولی در زندان عادی شاید بگم در قعر محرومیت هستی. کسانی که ما میبینیم معمولا زندانیان سیاسی که آزاد شدن در مورد اون زندان مینویسن، و یا مثلا یادمونه یکی مثل ریحان جباری در مورد زندان قرچک مینوشت که چه وضعیتی بود. در شما در شرایطی هستین که فردی رو که از بچگی خشونت دیده و خشونت براش نرمال شده و این خشونت رو حتی به شما حمله میکنه و براش نرمال هستش، شما شاهد این هستین که اون زن یا اون مرد در وحشیانه ترین شرایط نگهداری شده، مواد مخدر به وفور رسید، یعنی جامعه رو بدترین محروم ترین قشر جامعه رو در مقابل چشمان شما میذارن و نمیتونین هیچ کاری به اون شکل در رابطش بکنین. از لحاظ مریضی های مختلف نمیتونین، اصلا زندان عادی اصلا فرق میکنه، نمیتونین خودتون رو به اصطلاح محفوظ نگه دارید، از لحاظ مریضی، از لحاظ غذایی، از لحاظ برخوردی که با شما میشه، از لحاظ محلی که نگهداری میشین، از هر لحاظی که شما فکر کنین، شرایطی که در زندان بند سیاسی داشتین 40 برابر بدتر میشه. و نه تنها از لحاظ جسمی، شما هر لحظه در خطر هستید. ما مواردی رو داشتیم که گفته میشد اون زندانی عادی حکم اعدام داشت و بهش میگفتن اگه حمله کنی به این زندانی سیاسی
و یه چیز کنیم، ما جرم تو یه مقدار کم میکنیم. خب شما با انسان محروم و قربانی جامعه روبرو هستیم که دیگه حس همدردی رو توش یا از بین بردن یا خیلی ضعیف کردن. خودش 24 ساعته آسیب دیده، در نتیجه این آسیب رو به شما برسونه اون حس همدردی رو نداره و خیلی سخته. شما با انسانهایی روبرو هستیم، بالاخره زندانیان سیاسی کسایی هستن که برای این انسانها جنگیدن و حالا تو شرایط هستیم. یعنی به نظر من یکی از وحشتناکترین فشارها و شکنجه های مخصوصا روحی روانی بر روی زندانی هستش که احتمالا همین الان من صحبت میکنم شاید شما و کسان دیگه این موارد زیادی داشته باشن که چنین امکانی، چنین شرایطی بودن و قرار داده شدن. مثلا یکی مثل گروخ ایرایی زمانی که بردن زندان آمل، گفتن که خود اون زندانی های اونجا تمام وسایلش رو دزدیدن. خب شما چیکار میکنید؟ نمیتونین اونا رو سرزنش کنین، اونا خودشون قربانی این جامعه هن. شما نمیتونین عصبانی هستین، ولی عصبانی از کی هستین؟ یعنی شما رو زندان عادی یک دنیای دیگه است، یک دنیای به شدت وحشیانه که هیچ گونه سرزنشی رو زندانیا نیست، اونجوری نگهداری میشین. به یه معنی حتی شما بی صدا هستین، صداتون بیرون نمیاد و مرتبا تحت فشار قرار میگیرین. شما همینجور توجه کنین، زندانیایی که برده میشن به زندانهای عادی، خیلی کمتر شما از اون میشنوین، بستگی داره تو چه زندانی باشین. بعد شما مرتبا در اون شرایط قرار میگیرین، 24 ساعته در اون شرایط هستین. یعنی حالا این فشار هم اضافه شده. یعنی منظورم اینه واقعا قعر وحشیگری و محرومیت در اونجا هستش که حتی نظاره کردنش وحشتناکه. من بیاد دارم بند زندان ما در کنار، در زندان رضاییه در کنار بند زندانیان عادی بود و رد می شدیم از جایی، از بند زندانیان عادی که بچه پسر 3 ساله تحصیگار یه زن دیگر رو برداشته داره می کشه. صحبت می کردی با این زندانیان که یکیشون یک بچه رو کشته بود به خاطر اینکه 2 تا علنگوی تلاش رو برداره و دفنش کرده بود، حالا تو زندان بود، میخواستم بگم کجا دفنش کرده. خب من زندانی سیاسی چیکار کنم؟ متنفر بشم از این زن، متنفر بشم از این زنها و من میدونم دلیلش چیه. این وقتی شما آگاه هستین به این موضوع خیلی دردناکتره وقتی این شرایط رو میبینید. و مثلا من دیدم آتنا دائمی دوباره، چون آتنا اخیراً آزاد شده، یه چیز دیگه ای نوشته بود که یکی از بدترین خاطرهایی که داره زندان قرچک، زنی رو دیده بود که پرده بکارت بچه 1 ساله تا 5 ساله رو میفروخت به مردایی که میخواستن با انگوشین پرده بکارت رو از بین ببرن. شما همین رو فکر کنیم، یعنی من و شما یا بیننده این برنامه داره اینو میشنوه، مرتبا بهش فکر کنه. فکر کنید زندانی که داری این آدم رو میبینی چی کار میخوای بکنی؟ و فشار روحی وحشتناکیه، شما رو در مقابل این محرومیت مطلق قرار میدن و هر روزه این رو میبینین، هر ساعته. نمیتونین چشاتون رو ببندین، نمیتونین گوشاتون رو ببندین، نمیتونین اتاق خودتون رو داشته باشین، درش رو ببندین بگین من کاری ندارم. و به خاطر همینه جمهوری اسلامی این کار رو میکنه، تبعید زندانیان به این زندان ها یک شکنجه وحشتناک هستش. حالا بعدها دو صحبت خواهیم کرد که حتی این کار شما موفق نبوده روی زندان سیاسی. بله، متاسفانه ما اخبارهای خیلی زیادی رو میشنویم که از اینکه حالا به بندهای عادی زندانیان رو تبعید میکنن و بعد اونجا به عمد، همونجوری که شما توضیح دادید، که به یه سری زندانیایی که حالا حکم اعدام دارن میگن که حالا برو و اون رو حالا با چاقو یا هر چیز دیگه ای زخمی کن. و این اتفاقات خیلی داره توی زندان ها میفته، یعنی همش شکنجه است. دقیقا. من یه نکته هم بگم، ببینین ما وقتی این اخبار رو میشنویم، وقتی یک زندانی بهش حمله شده، مثلا فکر کنم سویلا حجاب بهش حمله شده بود، شکیلا منفرد بهش، منفردی فرد بهش اشاره کرد حمله شده بود، خیلی های دیگه، یا در واقع گروخ ایرایی، اینا رو میشنویم. ولی ببینین روزانه در این زندان ها بودن، مثلا شما زندانیانی رو تصور کنین که به جرم اینکه دگرباش هستن دستگیر میشن، خیلی از این زندانیان مورد اذیت و آزار جنسی قرار میگیرن در این زندان ها. ما میدونیم در زندان های عادی دقیقا به دلیل اینکه زندانیان قدرتی ندارن، خودشون باندهای خودش رو درست میکنن. مثلا این 5 تا
دختر هم مثلا باید برای من باشن، از لحاظ جنسی به من سرویس بدن. و شما فکرشو بکنید، تو یک جنگل وحشتناکی هستین که اون انسانهای بی قدرت با اذیت و آزار زندانیای دیگه داره قدرت برای خودش درست میکنه، و مخصوصا زندانیان دگرباش واقعا خیلی وقتا از لازه، چون متاسفانه خیلی در مورد این زندانیان صحبت نمیشه و خیلی وقتا تحت فشار هستن، یا پسرهای جوان یا دخترهای جوان وقتی در اون شرایط قرار میگیرن به شدت تهدید، یعنی شما با تهدید مرگ روبرو هستین، یا شما سرویس جنسی میدین به من یا میکشمت. یعنی فکرشو، ما مواردی رو داشتیم که زمانی که در این زندانیان عادی مورد تجاوز قرارشون دادن، زندانی دست به خودکشی زده. خیلی علنا خود بازجو گفتن ما جای شما رو میفرستیم که شما اونجا این باشین و اون باشین. یعنی منظورم اینه که از هر لحاظ ما خارج از زندان وقتی میشنویم که حمله ای صورت گرفته، ولی هر لحظه بودن در اون زندان شکنجه است، از هر چیزی، از آب خوردنی که حتی وجود نداره، از هر لحظه ای که شما نگاه کنین در واقع اون شکنجه مرتباً صورت میگیره، که به نظر من این باید در موردش صحبت بشه. حتی به نظر من به یون واقعا زندانیایی که سیاسی که در قرچک و زندان تهران بزرگ و غیره بودن صحبت شده، این عمق واقعا محرومیت باید بیشتر صحبت بشه و خیلی وحشتناکه. من فکر می‌کنم اینا رو ما در موردش صحبت میکنیم، خود من واقعا قلبم به درد میاد وقتی در موردش صحبت میکنم. حالا فکرشو بکنین، زندانی که بدون اینکه خودش بخواد، زندانی که به زور در اون زندان نگه داشته میشه. بله دقیقا. ممنونم از شما. متاسفانه به پایین برنامه رسیدیم، اما اینقدر میدونم که در مورد این موضوع صحبت هست که مایلم که حالا با شما در برنامه بعدی ادامه بدیم این بحث را، به خصوص در مورد زندانیانی که حالا دگر باشن و اتفاقاتی که برای اونها میفته. ممنونم شیوا محبوبی که با ما همراه بودی و دعوت ما رو پذیرفتی. ممنونم از شما که ما رو همراهی کردید با قسمت پنجم از سری برنامه‌های شکنجه و تاثیرات اون. شما عزیزان پیشنهادات خودتون رو برای ما بفرستید، سوالاتتون رو در مورد موضوعات برنامه برای ما ارسال بکنید. اگر که مایلید و دوست دارید که در مورد موضوعی در این برنامه صحبت بشه، حتما برای ما بفرستید. و همچنین باز هم از شما عزیزان دعوت میکنم که اگر که شما هم تجربه از شکنجه در داخل زندان دارید و یا عزیزانتون متحمل شکنجه شدن، در صورتی که خودتون احساس میکنید این کمکی میتونه بکنه به سایر عزیزان، به خود شما، اون رو با ما به اشتراک بگذارید و ما هم با حفظ حریم شخصی شما اون رو در برنامه خواهیم گفت. ممنون از اینکه همراه ما بودید. تا دیدار دیگر، شب و روز بر شما خوش.